یکی از تیم هایی که خیلی جدی داره برای لیگ 19 هم آماده میشه پیکان. در اصل از کار خودمون عقب‌تریم بر اساس استانداردها، ولی نسبت به خیلی از تیم های لیگ جلوتر هستیم. ظاهرا مشکلات حاشیه‌ای فصل قبل باعث عملکرد نچندان مطلوب اونا بود. فصل پیش یه سری مشکلات حاشیه‌ای دور بر تیم بود که خب امسال مطمئنا با وجود آقای فرکی مشکلات نیست. حالا تیمشون کاملا تغییر کرده. بیشتر از یه تیم هم ما از لیستمون خارج کردیم و در 12 نفر رو هم وارد کردیم که خب این خودش یه مداری برای هماهنگ شدن نیاز به زمان هستش. و با حضور تازه واردها انگیزه های زیادی برای لیگ برتر دارن. از روز اولی که تمریناتو شروع کردیم بچه‌ها با نشاط بودن، خیلی خوب تمرین کردن. الانم جلسه 15ام تمرینمونه. با توجه به صحبتایی که داشتم با باشگاه پیکان، پیشنهادهای دیگه هم داشتم، ولی خواستم صحبت کردم با شناختی که از حسین آقای فرکی داشتم، از مجموعه پیکان داشتم، تصمیم گرفتم بیام کارم و با یه شرایط خوب با آرامش دنبال کنم. ان شاءالله بتونیم یه نتایج خوبی کسب کنیم و ما بالای جدول باشیم 100%. تمام تلاشمون اینه که یه قالب جدید، یه شکل جدید از پیکان نشون بدیم. البته تا زمانی که مشکلات سخت افزاری ورزشگاه‌ها برطرف نشه، لیگ برتر 19 هم سر زمان تعیین شده برگزار نمیشه. این موضوع رو عضو هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال هم تایید کرد. آخرین صحبتی که با آقای تاج کردم، ایشون مصر روی مسئله وایستادن که لیگو به اصطلاح تا اینکه رفع نواقصن شه انجام ندن. شهرهای بزرگی که مثل تبریز، مثل اصفهان، مثل فولاد، اینا امکان برگزاری مسابقه خیلی خوبه. مثلا ولی ما مثلا تو تهران شرایط استادیوم شرایط خیلی خوبی نیست برای برگزاری مسابقات. در نتیجه ما هم باید بجنبیم مثلا استادیوم شهر قدس با اینکه در شرایط خیلی خوبی قرار داره، ولی دو سه تا اشکالی داره که ما باید رفع کنیم. با تصمیم فرکی قرار نیست پیکان مثل بعضی دیگه از تیم‌های دولتی اردوی خارج از کشور داشته باشه و اونا در همین ایران خودمون اردوی تدارکاتی برگزار می‌کنن. پیکانی‌ها در لیگ 18 هم عنوانی بهتر از 11 هم جدول رو به دست نیاوردن، اما مطمئناً تیمی که با تفکرات کامل حسین فلکی برای لیگ برتر 19 هم بسته شده، به دنبال ارتقای جایگاه خودش در جدول رده‌بندی رقابت‌ها خواهد بود.